خانم آقایان، درود بر شما. سه‌شنبه 28 شهریور، قیام دوباره شروع شده و میخوام این نوید رو بدم که همه پازل های سرنگونی جمهوری اسلامی داره یکی پس از دیگری شکل میگیره. ترک های آذربایجان، ترک ها در تبریز، در قزوین به قیام پیوستند. برای سرنگونی جمهوری اسلامی نیاز هست که همه مردم ایران حضور داشته باشند. تقریبا این پازل داره شکل میگیره. بلوچستان مونده که آماده شدند با تاریکی هوا در بلوچستان هم شروع بکنن. امروز همه شاهد هستید که اکثر دانشگاه های تهران، در تبریز، در اصفهان، از دانشگاه علم و صنعت گرفته تا علوم پزشکی تبریز، خوارزمی، آزاد، صنعتی شریفه، همه، بهشتی، دانشگاهی است، همه دانشجویان اومدن وظیفه خودشون رو به خوبی انجام دادند و این وظیفه البته به پایان نرسیده. در حال حاضر که صحبت میکنیم در کرمانشاه تظاهرات شروع شده. جوانان دسته دسته در حال خروج از خونه ها هستند. در ایلام تصاویر رو دیدید، همین لحظه تظاهرات هست. در تبریز مردم دارن به سمت شهناز جعفری میرن، خیابان جعفری و شریعتی. در قزوین همچنین، در سردشت درگیری های شده، در بقیه شهرها شروع میشه. در تهران بزرگ هم همچنین به زودی جرقه زده میشه. چند موضوع رو میخواستم خدمتون عرض بکنم. اول اینکه کسانی که منفی باف هستند همسو با جمهوری اسلامی دارن سعی میکنن که روحیه مردم رو تخریب بکنن با دروغ پراکنی. اینها اومدن تصاویری رو از 5 سال و 4 سال پیش از نیروهای حزب دموکرات گذاشتند که وارد شهر اشنویه میشدن. در اون دوره اومدن گذاشتن، گفتن این دارن وارد سرقز میشن. هیچ نیروی حزب دموکرات، هیچ نیروی مسلحی از حزب دموکرات کردستان ایران داخل هیچ یک از شهرها نیست در حال حاضر، و این دروغی هست که جمهوری اسلامی داره منتشر میکنه. سایبری هاشون و نفوذی هاشون در خارج کشور، چرا؟ با یک هدف اساسی که این همبستگی ایجاد شده ملی رو در هم بشکنن. نقطه قوت ما این همبستگی است، نقطه ضعف اونها این همبستگی است. پس ما در یک مبارزه فقط فیزیکی نیستیم، مبارزه ذهنی هم هست. اونها میخوان ذهن ما رو هم با دروغ تسخیر بکنن، و اینجا خیلی مهم هست که مردم ما، آزادی خواهان و جوانان شرافتمند ما، اجازه ندن که دروغ منتشر بشه. از همین فرصت شبکه های اجتماعی استفاده کنید. متاسفانه اینستاگرام اونها رو بلاک نمیکنه، با اینکه دروغ میگن، تهدید میکنن از همین راه اینستاگرام. ولی ما که حرفای مردم رو منعکس میکنیم، تحت فشار و محدودیت قرار دادند. سوال اساسی دیگه این هست که خیلی‌ها این رو مطرح میکنن که بسیار خوب، این تظاهرات هدف نداره، چند روز مردم میان بعد تموم میشه میره. همیهنان گرامی، همه خوب توجه کنید، اعتراضات کاملا هدفمند هست. هدف فعلی سرتاسری شدن هست، قدم اول. اگر اینترنت رو هم قطع کردن، که در خیلی نقاط قطع کردن، در تلویزیون های مختلف سعی میکنیم که همه برنامه ها رو دوباره ما ادامه بدیم. از تلویزیون ها تعقیب بکنید، تلویزیون های مختلف، جایی که به بنده مخلص شما به عنوان یک شهروندی که سعی میکنه وظیفه خودش رو انجام بده، در تلویزیون های مختلف سعی میکنم که تریبون بگیرم و صحبت بکنم. پس صداهایی که لازمه میرسه، صداهایی که منظورم تحلیل نیست، صداهایی که مردم صحبتهایی دارن و باید منتشر بشه. یکیش این. دو، پس هدفمند هست تظاهرات. هدف اول سر تا سری شدن. همه شاهد هستیم که ژینا امینی به رمز و نماد آزادی خواهی تبدیل شده.
ولی فقط مسئله جینا نیست، وضعیتی هست که ما رو در ژرفای تاریکی قرار داده، آینده خودمون و فرزندانمون رو تیره و تار کرده و یک کشور رو در معرض نابودی قرار داده. مسئله که همه ما میدونیم و باید به اون توجه بکنیم. دو، هدف بعدی مردم برنامه‌های بسیار مفصلی دارن. مردم برنامه دارن بعد از سراسری شدن متوجه مکانهای سیاسی و صدا و سیمای جمهوری اسلامی بشن. در این بین از همه نیروهای انتظامی دعوت میکنیم که در کنار مردم باشید. این بزرگترین آزمون هست. به خاطر 300-400 نفری که جنایت مرتکب شدند و طبیعتاً هیچ کسی نمیتونه اونها رو ببخشه، باید دادگاهی بشن. به خاطر اونها خودتون رو فدا نکنید. شما جنایتکار نیستید، بسیاری از شما همدرد هستید با مردم. دزدی هایی که شده شما رو هم در فقر قرار داده و اینها کاری کردند حکام که شما رو در روی مردم خودتون بایستید، رو در روی مردم نایستید. این مردم از شما هستند و شما از این مردم. به خاطر افرادی که جنایت مرتکب شدند، کلان دزد هایی که اون بالا نشستند و شما رو میخوان به جون مردم بندازند، آینده خودتون و فرزندانتون رو تیره و تار نکنید. پیروزی با مردمه و همه این رو بدونید. پس همه ما این رو بدونیم، پاسخ بدیم به کسانی که میگن این تظاهرات چند روز میشه تموم میشه. خیر، کاملا هدفمند هست، قرار نیست تموم بشه و هر روز شما این رو 100 بار تکرار کنید با خودتون. زمانی که فرصتی داریم قدر و ارزش اون لحظه ها رو که باید ازش استفاده کنیم خوب نمیدونیم تا زمانی که اون رو از دست ندیم. این فرصت و زمان رو نباید از دست بدیم. زمان، زمان بسیار مهم و سرنوشت سازی هست. خامنه ای خائن در بستر بیماری، میخوان روحیه بدن، بگن بیارنش صحبت بکنه. یه عکسی ازش کشیدن، فراموش کردن که دست راست نداره، با دست راست میکروفون گرفته و فکر میکنن مردم ایران ناآگاهن، نمیدونن، چیزی سرشون نمیشه. ولی اینطور نیست. مردم بسیار هوشمندن و بسیار ریزبین و حقایق رو میبینن. از بین دروغهایی که اینها منتشر میکنن، این حقایق رو بیرون میکشن. هممیهنان گرامی، از خودتون سوال کنید چند نفر رو راضی کردید در تظاهرات شرکت کنن. برید صحبت کنید با دوستاتون، با بستگانتون، با همشهریاتون، با همفکرانتون، با کسانی که هم فکر نیستند، با آنها صحبت کنید. با کسانی که نیروهایی هستند از بخش‌های مختلف ارتش، انتظامی و همه نیروهایی که در قالب جمهوری اسلامی سازماندهی شدند، به آنها بگید که تغییر به نفع همه است، تغییر به نفع شما هم هست. قرار نیست که انتقام و انتقام کشی صورت بگیری از کسانی که گناهی مرتکب نشدند. همه شما جنایتکار نیستید، همه شما خطاکار نیستید. شاید بزرگترین خطا این باشه که نمیدونستید و وارد این نظام شدید، ولی کسی به این خاطر بهش آسیبی نخواهد رسید. شما به بخشی از این تغییر بزرگ تبدیل بشید. یک موضوع رو فراموش نکنید، در هر تغییر بزرگی این 5% که نیروی خارجی، شانس، آب و هوا و بقیه مسائل مهمه. 95% پشتکار قدرت و اراده ما مردم هست که تعیین کننده است و ما تصمیم گرفتیم که تعیین کننده باشیم. همه شهرها، جاهایی که جرقه زده نشده، یک ویدیو رو ببینید. ویدیویی که یک جوان غیور رشتی با یک موتور یگانه ویژه برخورد میکنه. شجاعت قابل تکثیره. مازندران بزرگ، پهلوانان مازندران شروع کنند. بلوچستان بزرگ، بلوچستان، غیور مردان و غیور زنان بلوچ که از همه تحت ستم بیشتری واقع شدند
شروع کنند. اهواز شروع کرده، بقیه شهرها، کرمان، یزد که دانشگاهش شروع کرد، مشهد که شروع کرده، گسترش بدیم همین شهرها. به ایلام و کرمانشاه نگاه کنید. ایلام و کرمانشاه همین لحظه مردم در خیابان ها هستند. قزوین شروع شده و تبریز، ترک آذربایجانی به تکمیل شدن پازل سرنگونی جمهوری اسلامی کمک بزرگی کرده. همه ما درد مشترک داریم. باید از جمهوری اسلامی، از این دیکتاتوری عبور بکنیم. امکان پذیر هست. از خونه ها خارج بشیم، چنان خارج بشیم که زیر پای ما بلرزه، چه برسه به آخوندها. کسانی که نمیتونن، سال خورده هستند، مریض هستند، توان بیرون رفتن ندارن، پنجره ها رو باز کنید، فریاد بزنید، به پشت بام ها برید فریاد بزنید، فریاد های آزادی خواهی، هر فریادی رو که مناسب میدونید سر بدید، چنان فضایی ایجاد بکنید که همه بپذیرند، قبول بکنند و باور بکنند که سرنگونی جمهوری اسلامی نزدیک شده. مخصوصا زمانی که خامنه ای مریض هست، بهترین فرصت هست. پیمان ببندیم که اجازه ندیم مجتبی نه تنها رهبری رو ببینه، بلکه در یک زندان به طور عادلانه محاکمه و دادگاهی بشه، همراه 350-60 نفر جنایتکاری که در غارت این کشور، در نابودی مردم ایران دست داشتند. بقیه نترسید، از تغییر نترسید، تغییر به نفع هم است. بقیه خوشحال باشید. نیروی انتظامی که فرار میکنید سپاسگزاریم. ادامه بدید، ادامه بدید. سپاهی که شاهد هستی ممکنه یک تروریست لبنانی رو بیارن، اقدام لازم رو انجام بدید. همه شما در این تغییر بزرگ سهیم و شریک هستید، شریک خوشی ها، شریک پیروزی، پیروزی بزرگی که در راهه. و میخوام این رو اضافه بکنم، این جمله رو فراموش نکنید. زمانی که آزادی، رفاه و کرامت انسانی مثل نفس برای ما مهم بود، ما موفق و پیروز میشیم. آزادی نفس ماست. مبارزه رو زندگی کنیم. از خونه ها خارج بشید.